تفکر کن اگه حتی تصور کردنش سخته، جهانی که هر انسانی تو اون خوشبخت خوشبخته، جهانی که تو اون پول و نژاد و قدرت ارزش نیست، جواب هم صدایی ها پلیس ضد شورش نیست، نه بمب هسته ای داره نه بمب افکن نه خمپاره، دیگه هیچ بچه ای پاشو روی مین جا نمیذاره، همه آزاد آزادن همه بی درد بی دردن، تو روزنامه نمیخونی نهنگا خودکشی کردن، با سلام و درود خدمت هموطنان عزیزم، شهره آسمی هستم، برنامه از تلویزیون ایران ما رو تقدیم حضورتون میکنم. امروز سه‌شنبه 17 ماه جولای برابر با 27 تیر ماه هست. دارم علامتمو نگاه میکنم، میبینم یک کمی همچین کج و ماوج هستش، با اینکه سعی کردم تنظیمش بکنم درست نشد، میبخشید. وقتی که به هر صورت امکانات فنی به اون اندازه کامل نباشه و اگر میشد که از وسایل به اصطلاح مدرن کامپیوتری استفاده میکردم که این علامت رو روی تلویزیون میگذاشتم، دوچار این اشکال نمیشدم. به هر صورت میبخشید، میدونید که امکانات تلویزیون ایران ما زیاد نیست و امیدوارم که ببخشید اگر اتفاقایی از این نوع میفته. خب معمولا سه‌شنبه ها در بخش اول برنامه با آقای محمد امینی هستیم که مسائل روز رو با ایشون دنبال میکنیم. منتها آقای امینی امروز صبح برای من پیغام گذاشته بودن که صداشون مناسب نیست، حالشون خوب نیست و برای این هفته عذرخواهی کردن. با ایشون هفته دیگر گفتگویی خواهم داشت. و اینکه در بخش دوم برنامه طبق معمول سه‌شنبه ها دکتر سعادت لاجوردی، ناصر سعادت لاجوردی برنامه خودشون رو دارن که ادامه برنامه هاشون رو با شما پی میگیرن. و اینکه فردا چهارشنبه اولین برنامه تلویزیون من قرار هست که ساعت 2 بعد از ظهر به وقت LA لس آنجلس از تلویزیون اندیشه پخش بشه، به ساعت شرق آمریکا میشه 5 بعد از ظهر، که نامش انتخاب شده با شهره آسمی از واشنگتن. برنامه در 2 قسمت انجام میشه، به نظرم برنامه جالبی باشه و خوشحال میشم اگر شما بینندگان تلویزیون ایران ما که ایمیل تلویزیون رو دارید، تلفن رو دارید، میتونید پیغام بگذارید، نظرتون رو به من بدید. ممنون از کسانی که اسم نمیگذارن و پیغامای کوتاهی میذارن که هر کدوم میگن یه برنامه رو خیلی پسندیدن. چند تا ایمیل داشتم که از گفتگو با آقای محیط خیلی خوشحال بودن، آقای محترمی پیغام گذاشته بودن که گفتن برنامه های تلویزیون رو میبینن میپسندن، مخصوصا برنامه هفته پیش با آقای محیط رو خیلی پسندیده بودن. چند نفر در رابطه با آقای امینی پیغام گذاشته بودید، چند نفر پیشنهاداتی داشتید که چشم با کمال میل اونها رو هم در نظر میگیرم. از پیغاماتون ممنونم. گاهگاهی اگر یادم باشه و فرصتی باشه از کتاب دکتر وین دبلیو دایر که بهتون گفتم کتابای خوبی نوشته، من همه کتاباشو نه ولی چند تا از کتاباشو خوندم، ولی این کتاب فرق میکنه با کتابای دیگرش. یک مجموعه ای هست از جملات مثبت که روشم نوشته Everyday Wisdom for Success، که هر روز شما یه چند تا از اینها رو انتخاب کنید بخونید که بتونه یه اثر خوبی روتون بگذاره. و نوشته که امروز براتون انتخاب کردم اینجا میگه تعهد بکن به خودت، یعنی یک مسئولیتی رو قبول بکن که دائما فکر بکنی به اون چیزی که میخوای، به اون چیزی که میخوای بهش برسی، بدون این که فکر بکنی که
چقدر مشکله یا غیر ممکنه رسیدن به اون آرزوی خودت. ممکنه حالا بعضی ها این مسائل رو بهش لبخند بزنم، میدونم خیلی ها هستن که زیاد باور به این مسائل ندارن، ولی مطالب خیلی زیادی در این مورد نوشته میشه، تحقیقات بسیار زیادی انجام شده که چقدر طرز فکر روزانه ما میتونه در ثمر بخشیدن به آرزوهامون اثر بگذاره. و دائما میگن که و مثل تمرین میمونه، یعنی این یک مسئله خدادادی نیستش که قابل تغییر نباشه، یه مسئله اکتسابی هست که ما این رو به خاطر شرایطی که داریم، نوع زندگیمون یا هر چیز دیگه کسب میکنیم، که این افکاری که میاد توی ذهن ما، بعضی ها افکار مثبت دارن، بعضی ها افکار منفی دارن، و این مثل تمرینه، مثل اینکه میرید توی جیم ورزش میکنید، عضلاتتون در قسمت‌های مختلف بدن قوی میشه، این هم مثل تمرین روزانه میمونه که هر موقع فکر منفی، فکرایی که نگران کننده از شما رو نگران از آینده میکنه، فوری سعی کنید که تغییرش بدید و جایگزینش یه فکر خوب، یه فکر مثبت، همه چیز عالیه، همه چیز خوب خواهد بود، آینده روشنی در کنارمون خواهم بود. و به محض اینکه یک فکر منفی میاد تو ذهنتون، مثل یک بازدارنده میمونه، مثل یک سدی میمونه که مانع میشه بگذاره شما از مشکلات بپرین و به آرزوتون برسین. بنابراین میگن که وقتی خواسته ای داری نامحدود فکر کن، هر چیزی که باشه، در هر سنی که باشی، تو هر شرایطی که باشین، این خواسته رو نامحدود فکر کن و با تمام وجودت بخواه و به خودت این اطمینان رو داشته باش که میتونی به اون برسی. و این افکاری که مشکله، نمیتونم، نه، همونجا جلوی شما رو گرفته. یعنی به محض اینکه این فکر میاد، اصلا دیگه قدم بعدی براش نخواهد بود. یادم میاد زمانی که لندن زندگی میکردم، یه دوستی داشتم، چه انسان خوبی هم بودیم، بانو، دیگه از هم دور افتادیم. البته دوست به اون صورت صمیمی اونطوری نبود، ولی با خانوادهشون من رفت آمد داشتم، ایشون خانه من می آمدن و خیلی زیاد این بانو سیگار می کشید و هر موقع صحبت می شد از مسئله ترک سیگار، اولین چیزی که می گفت من که نمیتونم سیگار رو ترک بکنم. یعنی خودش یه بازدارنده، یه ترمز اونجا گذاشته بود، من نمیتونم، پس نمیشه. بنابراین هیچ محدودیتی برای خودتون نذارید، همه چیز امکان پذیره. به محض اینکه این افکاری که مگه میشه، اینقدر سخته، اینقدر، این افکار باعث میشه که جلوی پیشرفت شما و رسیدن به اون رو بگیره. یعنی انسان‌هایی که وقتی یه اتفاقی پیش میاد میرن دنبال اینکه، مثلا فکر بکنید در آن واحد الان شما یه وسیله میخواین، یه چیزی میخواین، میتونه دوتا نگاه متفاوت براش باشه. یکی که میگه میرم الان پیداش میکنم و میارم، اون چیزای کوچیک. یک کسی میگه وای الان نمیشه، دیره، نیست، بسته است مغازه، یا دو نوع دیده، و میشه این افکار رو عوض کرد. و حالا آقای دکتر دایر یکی از کسانیه که این مطالب رو مینویسه، خانم لوئیس ال هی، دکتر جوزف مرفی، آقای دیک چاپرا، خیلی افراد خیلی زیادی هستن توی این زمینه ها مطلب می نویسن و میگن که شما مثل قدیم می گفتن، گفته کی بود، خواستن توانستن است. یعنی واقعا اون چیزی که بخواین و بخواین بهش برسین میتونین، باید تفکر خودتون و نوع روش برخورد و با اون چیزایی که میخواین عوض بکنین. یعنی واقعا این مثبت فکر کردن بسیار بسیار مهم هست. خب من خوشبختانه چه مهمان داشته باشم چه مهمان نداشته باشم، روزانه چند ساعتی رو توی خواندن خبرها در سایت‌های مختلف، مقالات مختلف میگذرونم. بنابراین هر روز خبر و مطلب و اینها فراوان دارم و اگر خدایی نکرده برای مهمونام یه اتفاقی بیفته، میتونم برنامه رو با شما با خبرهای بسیار خوب، نه فقط برای پر کردن برنامه، باهاتون پی بگیرم. یه مطلبی آورده بودم دیروز که با شما در این مورد صحبت بکنم، فرصتش نرسید.
خوبه که ما راجع به این مسائل بدونیم. درسته که مثبت فکر کردن، خودم الان داشتم راجع به مثبت فکر کردن میگفتم. مثبت فکر کردن و با دونستن واقعیت ها دو مسئله جداست. وقتی موقعیت های کشورمون، مخصوصا برای ما که خارج از کشور هستیم، میبینیم، حالا نمیدونیم تا چه اندازه این مطالبی که میخونیم در جامعه ما گسترده است، مربوط به یک شهر خاصه، که البته اینجا توی مطلب نوشته، حالا بهتون میگم مطلب چی هست، ولی به هر صورت هر چقدر قبول این واقعیت ها سخت باشه، خوبه که ما آشنا بشیم که در کشورمون واقعا چی میگذره، یعنی با توهمات خودمون جلو نریم. این مطلب من رو خیلی واقعا ناراحت کرد در بین جوانها که چرا داره یه همچین اتفاقی تو جامعه ما میفته. و اون این که مطلبی است که از سایت رادیو زمانه برداشتم تحت عنوان سکس کسب و کار من نیست و آقای حمید رضایی این رو نوشتن. البته راجع به سکس هم در این مطلب صحبت میشه نوشتن، ولی بیشترش بخشی هست که جوانهای ما در حد خیلی افراط، بسیار افراط بسیار زیاد در همه چیز پیش رفتن. و حالا من یه بخشی از این مطلب رو با شما در میون میگذارم. این جوانهای سرگردانی که هیچ چیزی نیست زندگی اینها رو پر بکنه، سعی میکنن که مسائل دیگری رو جایگزین بکنن. رفتارشون با دیگران میتونه که اونطور صادقانه نباشه. جوانهایی که سعی میکنن دوست دختر یا دوست پسر اون یکی رو مثل چالش گرفتن شده در بین جوانها، مثل چالشه به دست بیارن. هر جوانی قدیمها مثلا اگه مردها یا پسرها دنبال این کار میزن، حالا هر دو چند تا پارتنر دارن، چند تا دوست دارن. در همینجا گفته میشه که مخصوصا با یه دختر خانم 19 ساله صحبت شده، 19 تا دوست پسر داره، نه اینکه با همه اینا روابط جنسی داشته باشه، با یکیشون رابطه جنسی داره و برای بقیه عذر میاره که نمیتونه این کارو بکنه و سوء استفاده های مالی که از همدیگه بکنن. خلاصه اصلا من وقتی این مطلب رو خوندم، یعنی بهتون بگم مثل یک شوک بود برای من، مثل یک ضربه بود، ولی خوشحالم که خوندم که اون توهمات که ما همش فکر بکنیم که الان جوانای ما آماده هستن، مبارزینی که ایستادن خط اول خط، اونام هستن، نه که اونام نباشن، حتما هستن. و میدونید تو هر جامعه‌ای که تغییرات ایجاد میشه، همه جامعه دخیل نیستن در اون تغییرات، یه بخش نخبه مشخصی اون طرح‌ریزی ها و اون برنامه ها رو دارن و تو هر کشوری اون رو اجرا میکنن. این به این دلیل نیست که ما کاملا ناامید بشیم، پس امیدی به داخل کشور و زندگی جوانهای ما نیست. این نگرانی و ناراحتی بیشتر برای خود این جووناست که این اخلاقیات، این مسائلی که هر انسانی به هر صورت یه معیارهایی برای خودش داره و این یواش یواش در بین جوانهای ما داره رنگ میبازه، این واقعا جای فکر کردن داره در بین خانواده ها. و الان که دارم باهاتون حرف میزنم یادم اومد که در یه بخشیش این تعداد زیادی که سرازیر میشن برن به دانشگاه ها، فقط به خاطر مسئله درس خوندن و دانشگاه هم نیست، چون فضای دانشگاه اون آزادی رو برشون به وجود میاره، نه آزادی اجتماعی. به هر صورت این سرکوب ها در همه جا، این ذره‌بین های حکومت همه جا هست. منظور این نویسنده این بوده که خانواده، چون وقتی یه بچه یه جوانی میره دانشگاه، اون محدودیت های دبستان و دبیرستان از روش برداشته میشه، میگن بزرگ شده یه آزادی بیشتری داره. طبق گفته ی آقای حمید رضایی، به خاطر آزادی ها و تفریح بیشتر، روابط که خودشون انتخاب میکنن، این دلایلی هستش که خیلی ها، منظور همه نیستن البته، که به دانشگاه میرن. اجازه بدید که یه ترانه شاد از آقای سعید شنبه‌زاده که ترانه جنوب کشورمون هست توجه بفرمایید. برمیگردم برنامه رو با همین مطلب با شما پی میگیرم. Thank you.
سلام مجدد، شهره آسمی هستم. برنامه از تلویزیون ایران ما رو مشاهده می فرمایید. بله، قرار شد راجع به این مطلب با شما کمی صحبت بکنم. مطلب رو از سایت رادیو زمانه برداشتم. آقای حمید رضایی اون رو نوشتن تحت عنوان سکس کسب و کار من نیست. مطلب اینطور شروع میشه. البته یه دو خطی نوشتن مزون میگذرم. بخشی از جامعه ما با ارزش‌هایی میجنگد که خود با آن زندگی میکند. چیزی را نفی میکند که خود از آن لذت میبرد. آشکارا علیه چیزها و کارهایی صحبت میکند که خود در پنهان از آن چیزها استفاده میکند و آن کارها را انجام میدهد. مسئله بر سر ریا و دروغ و پنهانکاری تحمیل شده از ایدئولوژی حکومتی به جامعه نیست. مسئله بررسی روش زندگی شماری از نسل جوانی است که رفته رفته در حال مسلط شدن بر اجتماع ایران هستند. من این قسمت مطلب را از خودم دارم میگم، ولی خب این که ایشون نوشتن، البته در جای دیگه اواسط مطلب این رو می نویسن که این شرایطی است که جمهوری اسلامی فراهم کرده برای جوانای ما که چون تفریحات زیادی ندارن، آزادی ندارن، به نوعهای مختلف، حالا به صورت دهنکجی، کنجکاوی، به خاطر جایگزین کردن میبخشید، به این راه کشیده شدن. بعد از این آمده شمار زیادی از نسل جوان امروز را با لباس زیر بیرون زده از شلوار جین، آرایش صورت و مدل موهای عجیب و غریب پسران و مدگرایی، آرایش های غلیظ و دهنکجی به دین حکومتی و سنت های فرهنگی دختران می شناسند. صحبت مطلقاً بر سر ارزش ها نیست. ارزش ها ساخته و پرداخته شیوه تولید، مناسبات فرهنگی، جغرافیا و تاریخ یک اجتماع هستند. ارزش ها امور تحمیل شده از جامعه اند که می توانند توسط افراد و حکومت ها خواسته یا ناخواسته، برنامه ریزی یا اتفاقی توسط جوامع اخص و به خود آنان تزریق شوند. اینجا می خواهم از نسل جوانی صحبت کنم که به ویژه در شهرهایی چون تهران به خودرو به چشم وسیله حمل و نقل نمی نگرند. به همراه سیمکارت اصلی تلفن همراه خود یک یا چند سیمکارت اعتباری با شماره های گوناگون دارد. بخش عمده ای از هزینه های خرید لوازم آرایشی، بهداشتی و پوشاک است. افزایش قیمت بنزین برایش نه یک مشکل اقتصادی که یک بحران هویتی است. ادبیاتش هر لحظه بیشتر و بیشتر به فوش های کافدار تزیین شده است. شب نشینی و قلیان با تنباکوی میوهی کشیدن را به کوهنوردی و طبیعتگردی ترجیح می دهد و دخترانش بین سختی استقلال یا امنیت تکیه بر دیگری سرگردانند و مرز بین اوقات فراغت و خود زندگی را مخدوش کردند. ایرانی ها در سال گذشته 2 میلیارد دلار کالاهای آرایشی مصرف کردند، یعنی 3600 میلیارد تومان هزینه‌ای که میتوانه صرف ایجاد اشتغال در ایران شود و حداقل با آن میتوانستیم یک کارخانه تولید لوازم آرایشی با مواد اولیه مرغوب برای تولید لوازم آرایش که مصرف آنها رو به رشد است احداث کنیم. بعد راجبه تاریخ جنون نوشتن، میگن تاریخ این نسل رو به افزایش را به راحتی میتوان جنون نامید. جنون مصرف، جنون لذت جویی، جنون بی تعلقی، جنون شکستن ارزش ها، جنون تخریب خود برای انتقام گرفتن از جنون خفقان حکومتی، جنون فریب، جنون فتح بدن، جنون تنانگی، جنون یک بعدی شدن و بدتر از همه جنون فروپاشی جامعه. اگر نسل جوان دهه 70 و 80 پسرهایش
با سبیل و یقه باز، پیرنها و درگیری‌های فیزیکی در یاد مانده‌اند و دخترانش با ظاهر شدن با چادر مشکی و صورت‌های بی‌آرایش در خیابان، آن هم به همراه مادر، اکنون نسل جوان را با لباس زیر بیرون زده از شلوار جین، آرایش صورت و مدل موهای عجیب و غریب پسران و مدگرایی، صورت‌های پرآرایش و دهنکجی به دین حکومتی و سنت‌های فرهنگی دختران می‌شناسند. تاریخ این نسل را تاریخ پسرانی خواهند دانست که فکر می‌کنند فریب دادند و دخترانی که اجازه می‌دهند چنین قضاوت شوند که فریب خورده‌اند. نسلی که به دلایل اقتصادی و فرهنگی و اجتماعی هیچ چیز برای پر کردن خلاء خود ندارد. نه موسیقی، نه هنر، نه اندیشه، نه سفر و نه هیچ چیز دیگر برای پر کردن این فضای تهی. به ناگاه دانشگاه و تشکیل خانواده هدف قرار می گیرند. ظرفیت پذیرش رشته های دانشگاهی از 500,000 به 1,700,000 افزایش می یابد، ولی از آنجایی که اشتغال زایی در پس آن وجود ندارد، دانشگاه دیگر نه سکوی پرشی برای زندگی که برای شماری از جوانان محلی برای تفریح و خوشگذرانی توی گیومه مشروع و عرفی تبدیل می شود. در طول تحصیل هر گونه فشار مسئولیت و بازخواست از گردن این جوانان برداشته می شود و بی نظارت دوران تحصیل مقاطع پایین تر از سوی خانواده و پذیرش رفتارهایی از سوی جامعه که دانشجویی نامیده می شوند زمینه مساعد بروز همه کمبودها و علنی شدن تمام نقایص اجتماعی و نقطه ضعف‌های ایدئولوژی حکومتی می‌شوند. بعد از آن ورزش عرصه‌ای برای پر کردن خلع و زندگی‌های این نسل شد. تعداد باشگاه‌های ورزشی افزایش چشمگیر یافت و رشته‌های تازه تأسیس جوانان ایرانی به مقام قهرمانی و نایب قهرمانی جهان دست یافتند. اما مدیریت مفتزهانه حکومتی و ورزشی که فقط پرکننده زمان حال بود و با آینده کاری نداشت، خیلی زود جذابیت خود را برای این نسل از دست داد و به عرصه هایی کشیده شد که در سطور پایین‌تر توضیح داده خواهد شد. این نسل رو به افزایش خیلی زود به این نتیجه رسید که می تواند از بدن خود لذت ببرد و همه لذت‌های سرکوب شده دیگر را در این لذت باز یابد. ناخودآگاه این نسل از نوعی اعتراض در عمل خود هم بهره‌مند می شد و در اندک زمانی همه عرصه‌های دیگر در خدمت کشف جدید قرار گرفت. از ورزش تا دانشگاه، از کار تا تفکر، همه چیز بر ابزاری برای بهره‌مندی بیشتر از تن خود و تن دیگران شد. تکنولوژی برای خدمت در این عرصه به حضور طلبیده شد و دیری نپایید که حکومت دریافت که میتواند با مدیریت این کشش از مهار خارج شده بخش عظیمی از نیروهای اجتماعی این نسل را که با محافظه‌کاری بیگانه است بگیرد و از سیستم اجتماعی خارج کند. نمیدانم تا چه حد یک رزانه ظرفیت داره، نویسنده میگه، بازتاب واقعیت‌های اجتماعی را دارد، آن هم در مورد موضوعی که برای جامعه تابوی سنگینی محسوب می‌شود. تاریخ این نسل رو به افزایش را به راحتی میتوان تاریخ جنون نامید. بعد ادامه میگن شاید بهتر از ادبیات و شرح فتح الفتوحات این جوانان را نادیده بگیرم و فقط به این موضوع اشاره کنم که 90% صحبتها در جمعهای دوستانه این نسل پیرامون سوژه های جنسی و گزینه‌های موجود برای فرایندی است که اسم آن را مخ زدن گذاشتند. در آوردن شریک‌های جنسی هر کدام
از دوستان از چنگشان تبدیل به یک شوخی و ارائه مهارت و برتری شده است. یعنی اگر یک کسی دوست یکی دیگر از چنگش در بیاره، این به حساب این که دارن یه شوخی با هم میکنن و مهارت اون شخص بوده به حساب اون گذاشته میشه، که البته در ادامه میگن که البته تکرار آن از نظر جمع یک ارزش منفی و ناپسند به حساب میآید. آشنایی کوتاه مدت و سبک رفتاری به رابطه های بزن و برو معروف شده است، روابطی که بعد از یک یا چند تماس جنسی به پایان میرسند و البته نقش قربانی در آن نه اینکه وجود نداشته باشد، هر روز کمتر و کمتر می شود. این روند قربانی ندارد، چرا که خودش را باز تولید می کند و مورد پذیرش قرار می گیرد. هر دو طرف رابطه کم و بیش از پایان آن مطلع هستند، گرچه شاید در یک طرف آن امید به دگرگون شدن پایان تکراری این رابطه هنوز وجود داشته باشد. اینجا میگه شماره های موبایلی که دست به دست مبادله میشوند، این جوانایی که تلفوناشون رو به هم دیگه میدن رد و بدل میکنن، ببینین چه مشخصاتی توی این کاغذ تلفن نوشته میشه: مشخصات جسمی، مدل ماشین، دانشگاه و رشته، محل سکونت، شغل پدر، باکر بودن یا نبودن صاحبان آن، باکر بودن یا نبودن صاحبان آن معیار انتخاب این شماره هاست. این شماره ها متعلق به کارگران جنسی نیستن. این متعلق به کسی نیست که داره بدنشو میفروشه، متعلق به نسلی است که جز تن خود و لذت همتنی هویت دیگری در جامعه و زندگیش ندارد. در جمع دختران، گرچه پسران فکر میکنند که آنان را فریب میدهند، اما دختران بهتر از پسران بر کلیت این مسئله اجتماعی واقف هستند. آنها به این بازی وارد میشوند و برای خروج از آن هم برنامه دارند. ممکن است برنامه آنها با موفقیت همراه نباشد و در بازی حل شوند، اما به هر حال فکر کردن به مکانیزم خروج از این بازی نوعی تکامل است که در پسران کمتر از دختران دیده می شود. در یکی از سوژه هایی که مورد تحقیق قرار دادم، دختری به صورت همزمان با 19 پسر ارتباط داشت، که البته با پسرانی که همزمان با 4-5 دختر ارتباط جنسی دارند و هر دو هفته یا یک ماه شریک های جنسی خود را تغییر میدهند، تفاوتی ندارد. یعنی میگه این دختری که 19 تا دوست داره با پسرایی که هر دو ماه یه دفعه و در این واحد 4-5 تا در این حال 4-5 تا دوست دختر دارن زیاد تفاوتی نمیکنه. نمیدونم باید اسم این روابط را روابط عاطفی گذاشت یا هر چیز دیگر. او فقط با یکی از این پسرها رابطه جنسی دارد و با نمایاندن خود به عنوان یک انسان معتقد به اصول مذهبی از ارتباط جنسی با 18 پسر دیگر سرباز می زند. گرفتن شارژ تلفن اعتباری، خرید لباس، گرفتن کادو، مسافرت رایگان، استفاده از تفریحات پرهزینه مانند کارتینگ و پینت بال، من نمیدونم اینا چی هستن، تامین هزینه های دانشگاه تا پرداخت اقساط ماشین و غیره، نمونه هایی از دلایلی هستند که دخترها برای ایجاد ارتباط های پر ریسک بیان می کنند. و این همینطور ادامه داره، ادامه طولانی هم داره، 6 صفحه مطلب هست که اگر خواستید میتونید اون رو از سایت رادیو زمانه بردارید. ولی نویسنده در آخرش میگه هدف این نوشته سیاه نمایی نیست. مسلماً بررسی یک مسئله اجتماعی در ایران ربطی به این ندارد که شعر حافظ قشنگ است. در این نوشته صحبت از تبدیل شدن ارتباط جنسی نه به عنوان یک تفریح یا شغل که محور و متن اصلی زندگی روزمره نسلی است که قرار است ستون اصلی جامعه ایران باشد و در یکی از بحرانی ترین اوضاع بین المللی تاریخ
خود را از کانون بحران‌های بین المللی خارج کند و جامعه را حداقل یک قدم در مسیر تکامل خود به جلو ببرد. توجه کنید که حتی نیروهای سیاسی جوان داخل ایران و پناهندگان جوان خارج ایران هم از آن مستثنا نیستند. با اندکی تحقیق می توانید به روابط جایگشتی در کانونهای سیاسی ایران پی ببرید. این مسئله حتی در بین نخبگان این نسل به شکل و شمایل دیگری اما با همین محورها برقرار است. یعنی چنان این نوشته آدم رو تکون میده، حتی میگه در بچه هایی که فعالن، فعال سیاسیان، حتی در اونایی که خارج از کشورن، این نسل دارای این خصوصیات هست. و آخرش اینطور به پایان میبره ایشون این مطلب رو، این نوشته فقط حاوی یک سؤال بزرگ است: سرنوشت جامعه ایران با این نسل جوان به کجا خواهد انجامید؟ خیلی خوبه که این مطلب رو بخونیم و تا اندازه‌ای، حالا همونطور که اول گفتم، در بین جوانان ما تا چه اندازه این مسئله گسترده است، که ایشون راجع به گستردگیش تقریبا تایید این رو میکنن که بله هست، اینطور هست. ولی خب من معمولا وقتی یه مطلبی رو میخونم اطلاعات زیادی از اون مطلب میگیرم، ولی این به اون معنا نیست که واقعا هرچی که اینجا نوشته درست هست تا ما بتونیم تحقیقات و اطلاعات بیشتری رو هم دریافت کنیم. ولی این مثل یک هشدار میمونه، مثل اینکه ما رو تکون بده و بگه در کشور ما داره این اتفاقات میفته. خب اجازه بدید که بپردازم به یک سری مطالبی که در سایت های مختلف آمده. اولین خبر این که آقای مهمان پرست میگن که امیدواریم مذاکره در استانبول به رفع نگرانی طرف مقابل بیانجامد. البته خب از این صحبت ها همیشه میکنن، حالا چقدر این درست باشه نمیدونیم. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران روز سه‌شنبه 27 تیر در نشست هفتگی خود گفت که گفتگوهای هسته‌ای بین معاونان تیم مذاکره کننده ایران و تیم پنج به علاوه یک هفته آینده سوم مرداد در استانبول برگزار می شود. او همچنین ابراز امیدواری کرد که این گفتگوها از جمله به اقداماتی بیانجامد که بتواند نگرانی های طرف مقابل رو برطرف کند. از طرفی هم ایران هشدار داد، هشدار ایران در مورد اقدامات تحریک‌آمیز در خلیج فارس. رامین مهمانپرست سخنگوی وزارت امور خارجه ایران در واکنش به شلیک کشتی جنگی آمریکایی که به یک قایق ماهیگیری در خلیج فارس گفته است که اقدامات تحریک‌آمیز در خلیج فارس باید متوقف شود. این هشداریه که ایران داده. آمریکا هم گفته که تحقیقاتی در این مورد خواهد کرد، ولی این کشتی گفته بوده که به این قایق چند بار هشدار داده بوده و اونها توجه نکردن، نزدیکتر و نزدیکتر می آمدن و بهشون شلیک شده. متاسفانه چند نفری کشته شدن و گزارش شده که در جریان این تیراندازی یک نفر کشته و سه نفر به شدت مجروح شدن که هر چهار نفر شهروند هند بودن. ولی که من در گزارش دیگری خوندم که به هر صورت هر چهار نفر هندی نبودن، از جای دیگری هم بودن. حالا خبرگزاری های مختلف به هر صورت مطالب مختلفی داره. و دیگر خبر دیگر این که میدونید که در داخل ایران به هر صورت با تغییراتی که شاهدش هستیم میبینیم که تحریم ها چجور بدجور به هر صورت نظام رو تحت فشار قرار داده، مردم ما رو تحت فشار قرار داده. ولی با این حال معاون اول آقای احمدی نژاد میگن اقتصاد ایران از نفت بی نیاز میشود. ایشون میگن محمد رضا رحیمی گفت تحریم های جهانی علیه ایران اگرچه مسئولان را دوچار درد سر کرده اما هیچ تأثیری بر اقتصاد ایران نگذاشته است. ایشون میگن هیچ تأثیر این تحریم ها بر اقتصاد ایران نگذاشته. به گزارش منابع خبری ایران، محمد رضا رحیمی معاون اول محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران امروز شنبه 27 تیر ماه در سخنانی
ایشون گفتن مشکلات اقتصادی و عدم اجرای مرحله دوم هدفمندسازی یارانه ها را به گردن پول پرست های بی غیرت و عوامل داخلی و خارجی صهیونیست ها دانست و گفت صادرات غیر نفتی ایران افزایش را یافته است. خب اجازه بدید که من در این بخش در مورد یه بانک بریتانیایی هم با شما صحبت کنم و دعوتتون بکنم که به یک ترانه توجه بفرمایید. و اون این که بانک بریتانیایی متهم به پرداخت‌های مخفیانه به ایران شده. در مورد این بانک یک سالی بوده که تحقیق می‌کردم و گویا که از سال 2004 اگر اشتباه نکنم تاریخش اینجا هست، این بانک زیر نظر بوده. از سال 2001 تا 2007 داشته که به اصطلاح این مسئله تحریم ها رو، حالا در اون زمان کمتر هم بوده، دور میزده. اجازه بدید در روی خبر دقیقش رو خدمتتون عرض کنم. سنای آمریکا بانک بریتانیایی HSBC را به پولشویی در سطح جهانی و پرداخت های مخفیانه به کشورهایی چون ایران و سوریه متهم کرد. به گزارش رویترز، کمیسیون تحقیق سنای آمریکا در گزارشی که روز گذشته دوشنبه منتشر نمود اعلام کرد چنین مواردی بر اثر عدم نظارت کافی این بانک صورت گرفته است. گفته می شود بازرسی های کمیسیون تحقیق سنای آمریکا در این باره یک سال به طول انجامیده و اسناد بسیاری نیز در این رابطه مطالعه شده است. همچنین با 70 تن از کارمندان این بانک نیز گفتگو شده است. بر پایه این گزارش، بانک HSBC در میان سالهای 2001 تا 2007 بیش از 28,000 معامله بانکی خارج از کنترل حسابرسان صورت داده که 25,000 مورد آن در رابطه با ایران بوده است. این در حالی است که ایران مشمول تحریم‌های سخت ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا قرار گرفته است که خواهان توقف برنامه‌های هسته‌ای این کشور هستند. خب اجازه بدید که اینجا از شما دعوت کنم به یک ترانه زیبا. توجه بفرمایید، برمیگردم برنامه رو با شما پی می‌گیرم. به شکل پرواز پرنده است، عشق خواب آهوی رمنده است. من زائری تشنه زیر باران، چشم آبی اما خوشند است. من میمیرم از این آب مسموم، اما که مرد از عشق تا قیامت هر لحظه زنده است. من میمیرم از این آب مسموم، مرگ عاشق عین بودن اوج پرواز یه پرنده است. تو که معنای عشقی به من دروغ این صدا را
به گوره قصه ها بسپار. صدا کن اسمم و از عمق شب از نقب دیوار، برای زنده بودن دلیل آخرینم باش. منم من بذر فریاد، خاک خوبم سرزمینم باش. طلوع صادق اسیان من بیداریم باش. عشق گذشتن از مرز وجوده، مرد آغاز راه قصه بوده. من گاهی شدم نگو که زوده، اون کسی که سر سپرده مثل ما عاشق نبوده، اما اون که عاشقونه جون سپرده هرگز نمرده. شهره یاسمی هستم، برنامه از تلویزیون ایران ما رو مشاهده می فرمایید. می دونید که اخیراً در سوریه بعضی از مقامات بسیار نزدیک به بشار اسد از ایشون بریدن و به جمع مردم و مخالفین پیوستن. یکی از این افراد نواف فارس هست که ایشون سفیر سوریه در بغداد بوده و توی مطلبی که من گرفتم توضیح میده که چقدر این سفیرها با حساسیت بسیار زیاد انتخاب میشدن و اینها میبایست کسانی باشن که خیلی مورد اعتمادن و آقای بشار اسد اونها رو قبول داره. به هر صورت این بریده شدن نه تنها مهم بوده، میتونه روی عده زیادی هم اثر بگذاره و مقایسه کرده با لیبی که نزدیکان قذافی وقتی از ایشون بریدن و به مخالفین پیوستن چطور تونست که باعث سرنگونی نظام در اونجا بشه. حالا به هر صورت من به بخش از این موضوع که میخوام بپردازم اینه که همین آقای نواف فارس که سفیر سوریه در عراق بوده و به مردم پیوسته و مخالفین پیوسته، یه انتقادی میکنه به آقای کوفی انان. ایشون خودشون از نزدیکای اسد بوده و توی جریانات کشور بسیار وارد بوده، آشنا بوده و میگه تعجب میکنم از آقای کوفی انان که میخوان در این مذاکرات ایران هم شرکت داشته باشه، در صورتی که ایران خود یک خودش دست داره در این کشتارها و با نزدیکی که با اسد داشته دخالت داشته در این سرکوب ها. در حقیقت ایشون میگه که چطور ما میتونیم از کسی دعوت بکنیم که بیاد توی جریان مذاکره که خودش در اینها بزنید اجازه بده. وی افسود جمهوری اسلامی خود یکی از عوامل بقای بشار اسد در حکومتی است که کشتارهای وحشتناکی را در حق مردم این کشور روا میدارد. و دیگر که میدونید خانم کلینتون به اسرائیل رفته بود و با آقای نتانیاهو گفتگو داشتن، در این حال که میگن که فشارها بر ایران بیشتر خواهد شد تا اینکه دست از این فعالیت هسته‌ای برداره، ولی با این حال ایشون میگن که رهبران ایران هنوز فرصت اتخاذ تصمیم درست رو دارن. هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا روز دوشنبه دیروز گفته است واشنگتن همه قدرتش را به کار خواهد گرفت تا مانع دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای شود. وی همچنین تصریح کرد رهبران ایران هنوز فرصت اتخاذ تصمیم درست رو دارند. و دیگر که اگه یادتون باشه دیروز من در مورد به اصطلاح اموال سپاه پاسداران گفتم خدمتون که در بعضی کشورها مصادره شده، این مطلب هم باز در رابطه با همون خبر هست که خدمتون دادم. سرتیپ محمد رضا یزدی معاون حقوقی و پارلمانی سپاه پاسداران گفت
برخی کشورها اموال سپاه و شرکت‌های وابسته به اون رو مصادره کردند. یزدی روز دوشنبه دیروز 26 تیر ماه به باشگاه خبرنگاران جوان گفت مستکبران با وضع قوانین ناعادلانه علیه کشورمان سعی در فشار آوردن به جمهوری اسلامی ایران دارند و اموال سپاه و شرکت‌های وابسته به آن هم مانند بسیاری دیگر از اموال ملت ایران در برخی کشورها به ناحق مصادره شده است و این نشون میده که پس این اتفاقات افتاده و دیگر این که مشاوره احمدی نژاد تهدید به ترور شد. علی اکبر جوانفکر مشاوره مطبوعاتی محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران گفت به ترور تهدید شده است. ایشون گفتش به گزارش خبرگزاری مهر جوانفکر روز سه‌شنبه در حاشیه نشست بین‌المللی جنبش عدم تعهد گفت عده‌ای به روزنامه ایران نامه تهدیدآمیز نوشتند و در بخش که میگن که ما این رو این مسئله رو این تهدید رو به هم بخشای از مقامات قضایی هم به بخشی از مقامات امنیتی اطلاع دادیم. بعد ایشون ادامه میدن، آقای جوانفکر میگه چطور فردی که اسمش رو نیاورده ولی در خبر آمده که حسین الله کرم به خودش جرأت میدهد در مورد یک عده حرف بزند و درخواست حکم ارتداد نیز بکند. ایشون منظورشون جوانفکر با اشاره به مصاحبه حسین الله کرم رئیس انصار حزب الله گفت، الله کرم در مصاحبه خود با یکی از رسانه‌های اطرافیان رئیس جمهور را مرتد خواند. چگونه فردی به خودش جرأت می‌دهد در مورد یک عده حرف بزند و درخواست صدور حکم ارتداد نیز بکند؟ و دیگر این که بله چند تا خبر دیگر هم هست، ولی اجازه بدید من فقط با این خبر مربوط به اینترنت برنامه رو به پایان برسونم و اون که 6% ایرانی ها از اینترنت پرسرعت استفاده میکنن. مرکز توسعه مدیریت اینترنت ایران اعلام کرد در این کشور تنها 6% از کاربران از اینترنت پرسرعت استفاده می‌کنند. به گزارش تارنمای رسمی این مرکز، آمار کاربران اینترنت در ایران در سال 1390 رو به بیش از 32 میلیون نفر اعلام کرد که از این تعداد 4 میلیون و 500 هزار نفر از اینترنت پرسرعت استفاده می‌کنند. با این حال مرکز آمار ایران چند ماه پیش اعلام کرده بود حدود 13% از کاربران در ایران از طریق اینترنت پرسرعت به اینترنت وصل می‌شوند. خب همونطور که اول برنامه خدمتتون عرض کردم، در قسمت بعدی دکتر ناصر سعادت لاجوردی برنامه رو با شما پی می‌گیرن. من ازتون دعوت می‌کنم به یک ترانه از آقای محسن نامجو توجه بفرمایید. برمیگردم، من دیگه نیستم، ازتون خداحافظی می‌کنم، ولی دکتر سعادت لاجوردی با شما خواهم بود. با اتفاقی که افتاده، من کماکان در کار موسیقی به راه خودم خواهم رفت، ولی تصمیم گرفتم که از خودسانسوری دست بردارم. امشب اینجا هستم تا قبل از اجرای دو قطعه موسیقی یک شعر رو براتون بخونم که 8 سال پیش گفته بودم، ولی این ایام دیگه دلم خواست از تو کشو درش بیارم و بخونم. این شعر یه جور متنامه است، مثل متنی که یه شاعر دربار برای پادشاه میگه، در متن رهبر مذهبی ایران. اسم شعر هست فقیه خوشگله. امان از دستت ای مقام معظم برتری، مقام از دستت ای امان معظم، که مقام از تو برآید از دستت، فقان از تو برمی آید ای مقام، که امان تو می دهی. نمی دانم مربوط به کدام موسیقی مقامی هستی، چه کس تو را ساخته، کیان نباختند. خود من مربوط به کدام موسیقیم، که مقامی نیست آن، که مقامی نیست مرا در کوی قاب مقامان جهان.
غیبت هم به سامنده دو خط حتی موازی، که هیچ کس را چون تو خداوند نکرده است نزدیکی. نزدیکی گویند حکایت بدینجا رسید که فرزندانش سوراخ سنبه های تمام رازآلودگیش را عیان کردند، امان از دستشان. گویند بریده است و از همه بریده 124,000 زن خیش را طلاق داد که عشق پیریش تو بودی و آن پیر آن جیر پماران. امان از دستت. گویند فرزندانش همه تباه شدند و خلاف می کنند و تو را برگزیده است برای روزهای پیریش، برای روزهای پیریت، تا در آغوش هم به حال دشمن گریه کنیم. چه رازآمیزترین است نزدیکی های او با تو و عشق انسانی تو به توهم یک همسر. چه رازآمیز تو کدبانترین زن خداوندی، آنچنان که برایت محمد را نیز حتی طلاق داد. و آن فرزندان که از شکم تو زاده اند همه ماده اند، مادگانی چون من. سهم و ارث ما نیم است و باید که چون تو خانه‌دار شویم، به امید آن که خداوند شبی از شبها به بالین تک تک من بغلطد. خود من از آن دخترانم، از آن مادگان بیمقام که بیمربوط هستم به هر نوع موسیق، چون تو ای مادرم سرورم مقام معظم سروری. نمیدانم کدام ژن در من نفوذ کرد که شوهرت یا توهمش هیچ راه به بسترم نیامد. من عاشق فرزندان خلافکار تباه شده بودم از همان زمان خودم نیست. آخر شوهرت مرا باکره گذاشت، دیدی؟ و چیزی که چیزی از این غمینتر نیست، چیزی غمینتر از بیپناهی پیوند معصومانه تو و شوهر پیرت، و چیزی غمینتر از خوشبختی ناب آنان که نامشان را دشمن تر از حتی نام من به یاد داری، و لذتی شهوانی است در تلفظت از آن عیان. دشمن حتی نیم نگاهی هم به من تو نمی اندازه، و چیزی غمین تر از این هم حتی، و چیزی غمین تر از آهنگ بی شکل تو ای مقام، ای معظم، ای رهبری. با عرض سلام و آرزوی تندرستی، بهروزی، شادکامی و آرزوی عدالت و برابری و صلح برای کلیه مردم جهان و برای شما بینندگان عزیز و هم‌میهنان گرامی، من ناصر سعادت لاجوردی، برنامه فلسفه به زبان ساده در خط عرفان رو دنبال میکنم. اگر خاطرتون باشه هفته گذشته به اینجا رسیدم که مروری داشتم در مورد ادیان یا آیین زرتشت و آیین مانی یا مانوی، و یک نام از محقق بسیار برجسته جهان خانم مری بوش به میون آوردم که ایشون واقعا از زرتشت شناسان به نام جهان هست، و ایشون یه جمله خیلی جالبی داره. من از ایشون بود الهام گرفتم که اون چیزی که میگن زرتشت متعلق به 600 سال پیش از میلاد صحیح نیست و متعلق به شاید 1500 و یا محاسبات خودم میگه 1700 سال پیش از میلاد. باری خانم مری بوش میگه هیچ مذهب و هیچ دینی نیست که از زرتشت مقوله‌ای رو قرض نکرده باشه. بنابراین آیین زرتشت و مانی یا این فرزانگان که نامشون به میون اومد احتمالاً از پایه‌گذاران فلسفه در این بخش از جهان و یا در اصلاً در نگرش فلسفی کل جهان باشه. و من برنامه این هفته رو روی این دوتا رو میذاریم کنار، روی
روند فلسفه و روند ادیان در خاورمیانه و به خصوص مذاهب یهود یا یهودیت، مسیحیت و اسلام میگذارم و سه تا گفتمان رو در مورد این سه تا مذهب خواهم نگریست و اون گفتمان ها عبارتند از یک، ارتباط بین این سه تا مذهب، ارتباط بین یهودیت، مسیحیت و اسلام، دو، ارتباط بین خدای واحد عادل و عدالت اجتماعی و برابری در جامعه، و سوم، چگونگی تعریف شر و شیطان و تذهیب و پاک شدن در این ادیانی که صحبتش به میون اومد. بس بنابراین کارم زیاده و هوای بیرونمونم بسیار گرم و مرطوبه. خب باید خاطر نشان کرد که این ادیان بسیار روی روند اخلاقیات و حتی عدالت اجتماعی در جامعه غرب اثر گذاشتن. تفکرات، منش ها و دیگر روند زندگی خیلی مدیون این ادیان، به خصوص مسیحیت در اونجا. و یادتون میاد که تفکرات مسیحیت ضرب در افلاطونیسم یا افلاطونگرایی شد نو افلاطونی، تقریبا تقریبا شد نو افلاطونی، که این بود که پلوتینوس یا فلوتین، به فارسیش میگیم فلوتین، پلوتینوس این موضوع رو به اصطلاح پایه‌گذارش بود. خب هر سه دین به خدای متعال قادر و عادل و یکتا و یگانه، یکتا و یا یگانه باور دارن. در نتیجه نیکی و شر، عدالت و برابری و تاریخ در این ادیان در یه راستا قرار میگیرن. حتی تاریخ رو از کردم. خدای یکتا، یه باوری که در قلمرو وحدانیت پروردگار پرواز میکنه، اینو بهش مونوتئیسم میگیم. مونوتئیسم در باور مذاهب سگانه یاد شده، خدای متعال و قادر، خالق جهانه. اما یادمون باشه یه موضوعی رو یکی دو هفته پیش شما کردم و این بود که یه پانتئیسم هم داریم و اون این است که خداوند پروردگار در همه چیز موجوده. اون پانتئیسمه. اینجا خدا یه ور، بقیه یک ور. خدا در اینجا فرمان روای جهان و آسمان هاست. خودش رو از حکمرانی انسان به روی زمین جدا میکنه. در این یکتاگرایی حکمرانی انسان میتواند از برکت و یا تمایلات حضرت پروردگار باشه و یا نباشه، ولی به هر حال حکمرانی انسان الوهی یا الهی یا به قول اینها دیواین نیست. یعنی جناب حاکم از طرف پروردگار حکم نداره، مأموریتی نداره. خودشون البته ادعا میکنن که دارن، خودشون حتما به خواب دیدن که ایشون به ایشون فرمون دستور داده که برو حالا حاکم باش. ولی این تفکر یه تفکر مصریه، یه تفکر چینیه، یه تفکر ایران قدیمه، یه تفکر رومیه. حالا به این نکته توجه خواهم داد. این نکته رو متذکر بشم که در مصر حدود 1400 سال پیش از میلاد یکی از فرعون‌ها به نام آخناتون که یه اسم دیگه‌ش هم آمنخوتپ چهارم یکی از مشاورای خودش رو میخواد، که بعضیا میگن حتما این مشاور حضرت موسی بوده. 1400 سال پیش از میلاد، از لحاظ تاریخی هم میشه باور کرد. یکی از مشاورای خودش رو میخواد و بهش میگه که این همه خدا داشتن بی خاصیت و اصلا من اینقدر مهمم و از طرف خداوند که آمدم، همان باید همون اون خدا رو سپاس گویند و او رو باور داشته باشن.
و او رو اطاعت کنن. بنابراین بقیه خداها رو بذاریم به کنار و تک خدایی رو در مصر اون آغاز میکنه. ولی یادمون باشه تک خدایی مقوله ایست که از سومر شروع میشه. تک خدایی از سومر شروع میشه با موضوع ماله شاید 3000 سال پیش از میلاد باشه و مقوله بهشت و دوزخ بس تک خدایی از سومر میاد به دیگر مذاهب و مقوله بهشت و دوزخ یه بار دیگه از آیین زرتشت که به دیگر مذاهب میره. بهشت و دوزخ رو زرتشت عنوان میکنه که مردم به خاطر اعمالشون یا به ابدیت میپیوندند و به نور میپیوندند و یا به نیستی. اون نیستی اسمش شد در مذاهب دیگر اسمش شد جهنم. خب ایده و تفکر این که حکمرانی انسان بخشی از حکمرانی پروردگار نیست معلول تفکرات مصری، رومی و ایرانی و چینی قدیمه. در سنت آنان شاه و امپراتور فرستاده آسمانی بودن و گاه خود خدا. فرعون ادعا میکرد که خود خداست، یا بعضی از شاهان امپراتوران چین ادعا میکردن که گوشاشون صدای خدا رو میشنوه. بعضی هم که اصلا میگفتن ما خود خداییم. موقعی که باورها متوجه یکتاگرایی و قادر متعال شد و پروردگار شد، دیگه مشکل بود که هر کسی بیاد ادعا بکنه که من خدا. ولی خب ادعای پیغمبری رو میتونستن بکنن. ضمناً این یکتاگرایی بذر عدالت و برابری رو در غرب کاشت، زیرا که خداوند همه رو برابر و مساوی خلق کرده و توجه یکسان، یعنی توجه پروردگار به تک تک باشندگان یکسانه و برای هر یک ارزش قائله. این موضوع فارغ از حکمرانان زمینیه. جدا بودن نیروی زمینی از نیروی آسمانی یا نیروی الهی به این معنی بود که محرومان از قدرت نیز ارجمنده نزد خدا، مکان خودشونو دارن، جای خودشون دارن و ای بسا عزیزتر هم هستن. الان محرومن، شاید نزد خدا عزیزتر باشن و بدین لحاظ عدالت و داد مرتب از یکسان بودن انسانها باید دم میزد. هر کس میخواد صحبت از عدالت و داد بکنه فریادش این بود که انسانها با هم برابرن. گوین که این اتفاق البته نیفتاد و دولت‌ها هم از این دیدگاه و از دیدگاه برابری باید جملگی رو با یه چشم می‌نگریستن. خب این یکتاگری‌ها هنوز هم نابرابری‌های خودش رو داره نشون میده در مورد مسائل مختلفی که ما مادی هست و زمینی هست و چپ و راست هم ما این موضوع رو می‌بینیم و مشهوده. ضمناً بد نیست بدونیم که در طول تاریخ برابری در مقابل قانون منوط به پذیرش باور حاکم بود، اون باوری که مستولیه، اون مذهبی که الان حاکمه. اگه اون باور رو قبول نداشتی برابری زیر سوال می‌رفت، مگر اینکه مالیات بدی و جزیه بدی و زیر پوشش اون باور قرار بگیری و یا اینکه به جنگ بپردازی. خب جنگ‌ها هم اکثرش به خاطر همین مقولات بود. کلیمیان و مسیحیان و مسلمانان سنتاً بر این باورند که به خاطر دینشون برای خداوند انسان‌های ویژه‌ای به حساب میان. کلیمیان خودشون رو مردم برگزیده توسط پروردگار یا chosen people of God میدونن و اونانند که هدفمندی انسان و یا انسان مداری رو در زمین حراست میکنن. این اون چیزی که
بار مسئولیتش رو پذیرفتن، در نتیجه قومیتشون با این بار مسئولیت و مسئولیت بسیار سنگینی، بنابراین قومیت واسه همینه که در اونها شکل مهم میداره، در حالی که برای دیگران نداره. برای دیگران، برای دوتا مذهبیگر، این که نزد خدا ارجمندتر باشن کمی کم رنگتره، ولی در تو همین مایه ها اون دوتا هم تقریبا میگن که ما هم رسالت زده هستیم، ما هم اونا هم اسم میکردن که اونا برگزیده خدا. در نتیجه جنگ های مذهبی ریشه توی این تفکر هم داشت، ولی نگفته نمانده که اون دوتا دیگه، مسیحیت و اسلام، خودشون رو یونیورسال میدونستن، یعنی دین جهانی، دینی که میخواد تمام جهان رو شامل باشه، میتونه همه جهان رو بگیره. مقصودم اینه که براش فرق نمیکرد که کی از کجاست، میپذیرفت که هر کسی با هر نژادی یا هر رنگی جزوی از اون دین باشه. مضافاً بر این تفکرات، کتاب‌های این ادیان هم حکایت از آسمانی بودن خودش میکرد. به عبارت دیگه، عدالت در یکتاگرایان پایه در قوانین نوشته شده در این کتاب ها داشت که هر کس رو شامل میشد. این احکام و مقررات، البته بهتر اسمش رو بذاریم احکام، این باورها، گاهی اوقات بگیم این اسطوره ها، این تاریخ و افسانه ها، پایه و فونداسیون هر یک از سه تا دین یاد شده شد. تورات، انجیل، البته انجیل شامل عهد عتیق که همون تورات باشه و عهد جدیده، قرآن، کتاب‌های مقدس ادیان سگانه. قوانین و احکام نشان دهنده اون چیزیه که خداوند از ایمان آورندگان میخواد که از اون تبعیت کنن. تبعیت از این احکام بندگی و سرنهادن به دستورات الهیه که فی الواقع برای رستگاری و عدالت مردم وضع شد. بالاخره پاره از تناقضات در تفسیرات احکام خدایی، سنت‌های این ادیان مدعی‌اند که احکامشان پایگاه نهایی و یا چشمه نهایی حقیقت و اصلا توش نسبیت هم نداره، حقیقت. حالا به تو یه ریزه درصدی جای تخفیف وجود نداره. به عبارت دیگه، صحبت از وحدت در کثرت نیست، البته خودشو ادعا میکنن که هست. حالا فرض میکنیم که هست، ولی اون شاید موقعی که به عرفان رسیدم در عرفان هرسشون این مقوله هست، وحدت در کثرت. خب اونایی که در به جا آوردن احکام در هر سه مذهب، اونایی که در به جا آوردن احکام آسمانی تعلل به خرج میدن، تنبلی میکنن، باید منتظر عاقبتون هم باشن، زیرا که گناهان و عدم انجام به احکام و اوامر پروردگار خدا را عصبانی میکنه و عذاب بر زمینیان نازل میکنه. این عذاب ممکنه در جهان به صورت سیل باشه، به صورت رعد و تندر باشه، به صورت زلزله باشه و به صورت طاعون و سفلیس باشه. این همون چیزایی که قدیم خیلی وجود داشت و اینجا نگفته نماند که روزی شاید 10,000 تا زلزله در زمین اتفاق میفته، متأ اینقدر بعضی وقتا شدتش کوچیکه و پایینه که مردم معمولی و حتی حیوانات هم، بعضی از حیوانات توجهی بهش نمی کنن، زیر یک ریشتره باری. خب یا در این دنیا می بینه عاقبتش، یا عذاب در اون دنیا، دنیای پس از مرگ. پاره ای از یهودیان و بسیاری از مسیحیان و مسلمانان بر این باورند که انسانها در دنیای پس از مرگ برای اعمال نیکشان پاداش خواهند گرفت و برای اعمال بدشان عذاب خواهند دید. بازم تکرار میکنم، این مقوله از زرتشت
از آیین زرتشت قرض گرفته شده و تک خدایی هم که از سومر و مردوخ که یادتون میاد، مثل که توی مقال باید به گذشته برگردم، به بایگانی های همین سلسله گفتارها اگر برگردین و یا در روزنامه ایرانیان واشنگتن موقعی که صحبت از خودباختگی میکردم اونجا هست. خب تو این رهگذر جایگاه شیطان کجاست؟ جایگاه شر کجاست؟ در مذاهبی که چند خدایی هستند یا بودند، در مذاهب چند خدایی بدی یا شر یا اهریمن نتیجه بگو مگوهای اون خدایانی که راجع به سرنوشت انسان و یا راجع به نیکفرجامی انسان با هم کنار نمی اومدن. یه خدا میگفت که این کارو بکنیم براش بهتره، خدای دیگر میگفت نه این کارو اگر با هم براش بکنیم بهتره، و در نتیجه عدم توافق اینها، عدم توافق خدایان باعث میشد که شر دیده بشه و شیطان، البته شیطان نه، شر دیده بشه و یا آفت و بلا ظاهر بشه و بلا دیده بشه. ربطی هم اصلا به انسان نداشت، ربطی هم به اعمال انسان نداشت و انسان هم اصلا نگرشش به این نبود که حالا میخواد بره بهشت یا میخواد بره جهنم. در نتیجه همونطور که عرض کردم، شر در این مذاهب چند خدایی استبعادن نتیجه اعمال مردم نبود، در حالی که در یکتاگرایی و پروردگار واحد و یکتا احکام او سمبول نیکی و بنابراین شر نتیجه شکستن پیمان با خدا و سرپیچی از احکام و دستورات اوست. این سرپیچی به گناه تعبیر میشه. در یهودیت و مسیحیت گناه اولیه و نافرمانی از اولین زن حوا صورت میگیره و اوست که مسئول پدید آمدن اولین شر در جهانه. البته تو اون داستان به گونه ای شیطان به او ظاهر میشه به صورت مار و از او میخواد که از درخت ممنوعه که بعضیا میگن سیب، بعضیا میگن گندم که درخت میشه حتما سیب، از سیب بخوره و او هم از درخت سیب میخوره که تفسیر مسیحی ها تفسیر دوست دارن و میگن درخت دانش، ولی اونها در یهودیت نه، صحبت از احکام خدا، گفته نخور و نباید، و اگر خوردی بلا نازل میشه و نتیجتا اولین زن بوده که باعث شده انسان از بهش رانده بشه. خب شر در جهان پدید میاد و نتیجهش چیه؟ امراض، مرگ و خب بیکاری و ناتوانی. اما توضیح موجودیت شر و یا شیطان در جوار خداوند عادل قادر چگونه است؟ شیطان چیست و در مورد آن چه باید کرد؟ از جمله مسائل یکتاگرایانه. چگونه میتوان تعبیر کرد که یک خدای، یک پروردگار همه نیکی، همه قدرت، همه دانش، همه انسان، همه احسان، انسان مقصود همه احسان، چگونه میتواند وجود شر یا شیطان رو در جهان اجازه بده؟ خب این موضوع سنگینه، بنابراین در حینی که به مقولات دیگر میپردازم به این هم اشاره خواهم کرد و اصلا روی این موضوع برخواهم گشت. به طور کلی تاریخ بخشی از تفکرات یکتاپرستی و یا یکتاگرایی این ادیان، بخش بسیار مهمی از اونه، به طور عمده در تاریخ یهودیت و وجود سنت‌های مذهبی قدیمی موجود در آن
نشانگر هویت خاص این قوم و اهمیت قوم کلمی به عنوان یه مجموعه مذهبیه. آنها همونطور که گذشته رو تجلیل میکنن، آینده رو هم تجلیل میکنن، مثل آمدن مسیحا یا منجی موعود که نشون دهنده تصمیم خداوند برای انسان. البته برای مسیحا آمد که خود هم حضرت مسیح باشه، ولی برای اونها نه، اونها منتظرن که بیاد. خب برای اونها میگن که خدا جهودان رو انتخاب کرده و به اونها قانون یا احکام و اوامر خودش رو برای اطاعت پیش رویشون گذاشته، به اونها سرزمینی رو وعده داده. به هر حال نظر اونان اینچنینه که خداوند از اونها حمایت میکنه. یکی از دلایلی هم که خداوند از اونها حمایت میکنه برای اینه که اونها به خاطر خدا مشقات مهمی کشیدن. و چه مشقاتی که نکشیدن، مثلا همون رانده شدن از مصر. عرض کردم موقعی که حالا حضرت موسی بود یا هر که دیگر بود که تک خدایی رو عنوان کرد، بعد که فرعون های بعدی آمدن و دیدن که نه، تک خدایی کار نمیکنه و دکون دیگر مذاهب بسته شده، دیگر خدایان بسته شده، گفتن نه، برگردیم به چند خدای قبلی، و موسی نپذیرفت و از اونجا کوچ کردن. چه مشقاتی رو تحمل نکردن. به این سبب خدا از اونها به طور اخص حمایت میکنه. حتی در مواقعی که اونان از دشمنان شکست خوردن، خودشون رو مذمت کردن که چرا ما به احکام خوب توجه نکردیم که بلا برامون آمد. هر بلایی میومد اینها عنوان میکردن به خاطر خودمونه که ما خوب به اوامر یا به احکام خداوندی توجه نکردیم. برای بسیاری از کلمیان این تنبیهات بهتر از عدم حمایته. یکی از مثالها اینه که کلمیان برای پدیده های ناگوار خودشون رو سرزنش میکنن که به دستورات و احکام کم توجهی کردن و میگن بلا بدین سبب و بدین گونه است که نازل شده. و یکی از مثالهای تورات کتاب جوب به انگلیسی، که اگه به صورت اروپای شرقی بخونیم میشه یوب، و به فارسی ایوب. کتاب ایوب رو اگر بخونیم میبینیم ایوب آدم سرشناسی بوده، فوق العادم صاحب اموال و خانواده بوده و فوق العادم به احکام الهی توجه داشته، فوق العاده سر می نهاده به احکام الهی، به اوامر خداوند. ولی خداوند به خاطر آزمایش کردنش، این رو توجه داشته باشین، آزمایش کردنش او رو از خانوادش جدا میکنه، خانوادش رو از بین میبره، ثروتش رو از بین میبره، و ایوب صبر میکنه و تحمل میکنه. صبر ایوب رو داریم توی مثالامون، تحمل میکنه، بردباری میکنه. مردم فکر میکردن که ایوب نکنه کار زشتی کرده که این همه بلا بر سرش نازل میشه، در حالی که کار زشتی نکرده بوده. خدا به این وسیله داشته خودش رو به او نشون میداده. مردم فکر میکردن بدشانسی میاره، این بداختری نتیجه کارهای بدشه. خدا میخواسته که اون خدا رو مقصر ندونه. او جز حمایت کار دیگه‌ای نمیکرده، نوعی از حمایتش بوده که بعدها خودش رو نشون میده. میگه باز یه بار دیگه برگردم به شر. الان یکیشو گفتم که میخواد آزمایش کنه، من تعریف از شر را الان یه بار گفتم. یه تعریف دیگه اینه که نمیدونیم مشیتش چیه، نمیدونیم، با توجه به مذاهب دارم میگم، میگن نمیدونیم مشیتش چیه، نمیدونیم برنامهش چیه. برنامهش تو بلند مدت خودشو نشون میده، شاید و به این بسا همون حمایت باشه که ما نمیبینیم. حمایت هست، الان به صورت بلا داره خودشو نشون میده، الان داره به صورت شر خودشو نشون میده، ولی حمایته.
خب اما در مسیحیت که از دل جوداییسم، از دل یهودیت به وجود در اومده، تورات به زعم دیگه تفسیر میشه و به آن بخشی به نام عهد جدید اضافه میشه. اونا هم شبیه کلیمیان بر این باورند که هدفمندی پروردگار با فرستادن مسیحا کامل شد. او یعنی مسیحا یک بار آمد و با توجه به کتاب پایان نامه یا ریولیشن یا وحی، هر معنی هم پایان نامه میده هم وحی میده، اینو در انجیل انجیل یحیی یوحنا یا انجیل جان میبینیم. فقط هم انجیل جان اینو داره، آخر انجیل جان این مقوله رو میبینیم، پا ریولیشن، و میگه ما چگونه است که اپوکالیپس یا پایان جهان اتفاق میفته. خب او میگه که بار دیگر خواهد آمد تا بر امپراتوری زمینی خود پادشاه باشه، البته بعد از هزاره. واسه همینه که 1000 سال که گذشت فکر کردن الان وقتشه، هزاره دوم که گذشت 12 سال پیش باز فکر کردن که همچی حالتی ممکنه اتفاق بیفته، و بعد گفتن تو محاسبات اشتباه کردیم، میشه سال 2012 یا 2013 ببخشید، یعنی یا امسال آخر سال، الان عدد دقیقا در خاطرم نیست. خب اونا میگن که مسیح به خاطر گناهان ما فرزند خداست، به زمین اومد، به صورت انسان به زمین اومد، به خاطر گناهان ما مصلوب شد، بنابراین ما منتظر هزاره نخواهیم شد و بعد از مرگ مستقیما به بهشت خواهیم رفت، البته به شرطی که خواهم گفت، به شرط این که خدا رو دوست بداریم و همز دو تا معقول است، خدا رو دوست بداریم همونطور که از دل و جان خودمون رو دوست داریم و همسایه رو هم مثل خودمون دوست بداریم. اتفاقا این دو جملهی خیلی کاملیه، چون همسایه که همین دیوار به دیوار ما نیست که، همسایه الان معنیش اونور آب هم خواهد بود، یعنی من با اونور آبی جنگ نداشته باشم، در صلح باشم، او رو هم دوست داشته باشم، اگر او در مضیقه است من به اون مثل خودم برسم، در حالی که این اتفاقا نمیافته. و خب یه جور دیگه هم باز مسیحی ها این رو عنوان میکنن و اون اینه که خب ابتدا بپذیری که تثلیث رو بپذیری، خدا پدر و پسر و خدا پدر که یکی، پسر و روح القدس، این ستا رو بپذیری و بعد هم کار کردار نیک باشه و سعی کنی دیگران رو هم مسیحی کنی، حالا بعدش میکشیشون، اون یه امر دیگه است که در تاریخ خیلی اتفاق افتاد، موقع که اسپانیا یا حمله کردن و مردم رو میخواستن که از بین ببرن در قاره نو، ابتدا مسیحشون میکردن و بعد میکشتنشون. خب مسیحیان بسیاری از احکام یهودیت رو احترام میذارن، ولی اونها رو آسون تر تعبیر میکنن، آنها خداوند رو بیشتر رحمان و رحیم میدونن تا سختگیر و عادل، در نتیجه مسئولیت قبیله ای یا قومی و این هویت ملی براشون کمتر اهمیت داره تا برای کلیمیا، ولی تحصیب یعنی پاکی، پاک شدن، تقوای فردی و شخصی مهمتر میشه، و این یه نگاهی به عرفان ما داره، فردی تک تک باشندگان با زندگی در تماسن یا با خداوند، حالا اسمشو بخوایم بذاریم، در تماسن، از او مایه میگیرن، گروهی نیست، نمیتونه که یه درخت وجود داشته باشه به اسم درخت بزرگ و اون بیاد درختای بغلی رو غذا بده، نه، هر درختی باید خودش غذا بگیره، خودش از آب تحت الارضی غذا بگیره.
این تاکید بر شخص و هویت مذهبی در مقابل تاکید بر تاریخ و هویت قومی تاریخی، مسیحیان رو به نوعی تفسیر و تأویل تورات میکشونه. گفتم اونها تفسیر میکنن و به زعم آنان قصه ها هم در مقام قانون و احکام و هم در مقام مقولات تاریخی مذهب و معجزه که نوعی بینش کلیمیانه و هم به عنوان تمثیل، یعنی یه متافور برای تذهیب فرد و خود اصلاحیه. مثلا خروج کلیمیان از مصر به رهبری موسی و رفتن آنها به سرزمین موعود تاریخ اجداد کلیمیانه، در حالی که برای مسیحیان هم تاریخ هم تمثیلی است برای خودداری از گناه و تهذیب اخلاق، یعنی پاک کردن اخلاق. اسلام هم نظیر مسیحیت ریشه در جوداییسم داره، ریشه در یهودیت داره. برعکس کلیمیان که خود را ملت برگزیده میدونن، اونها هم خودشون رو برگزیده میدونن. آنها پیغمبران یهودیت رو پیغمبران خدا میدونن و عیسی رو هم پیغمبر خدا میدونن، حضرت عیسی رو هم پیغمبر میدونن، محمد رو هم، حضرت محمد رو هم پیغمبر میدونن. حضرت محمد سال 570 میلادی به دنیا آمد و سال 632 میلادی از جهان رفت، میشه چیزی حدود 62 سال. محمد مطابق زعم اونها محمد مهمترین پیغمبر پروردگاره، با وجود که بسیاری از اهل تسنن یعنی سنی ها و مسلمانان ارتدوکس محمد رو آسمانی نمیدونستن، مزالک برخی او رو سپاس میگن و به اون نماز میگذارن و او رو الوهی یا الهی یا دیوان میدونن. با توجه به باورها و سنت های مسلمانان، حضرت محمد به کوهستان های اطراف مکه برای تمرین روانی یا مدیتاسیون میرفت و در آنجا جبرئیل بر او نازل میشه و قرآن رو بر او نازل میکنه که بعدها به صورت کتاب و قرآن نوشته و گردآوری میشه. برای در قرآن یا برای مسلمانان مسلمان شدن فقط با شهادتین، یعنی دوتا شهادت نیست، خدای جز پروردگار و محمد هم پیغمبر اوست، همین این کافیه که اینو بگن و مسلمونن. اما برای اهل تسنن سه تاست و اون اینه که توحید رو بپذیری، نبوت رو هم بپذیری و معاد رو هم قبول داشته باشی. پس اصولش میشه، اصول دینشون میشه سه تا. ولی در جمع پایه های اسلام بر هیچ خدایی، بر پنج اصله، هیچ خدایی به جز او نیست و محمد فرستاده اوست که فی واقع همون شهادتین باشه. روزانه باید به سمت مکه نماز گذارد که معبد ساخته شده حضرت ابراهیمه. به فقرا باید کمک کرد که خیرات باید کرد. ماه رمضان رو باید روزه گرفت اونا که میتوانن و بالاخره حداقل یک سال یک بار در عمر باید به مکه رفت و اگر توان مالیشو انسان داره. پس میشه پنج اصل. این پنج ستون احکام و تعلیماتیه که باعث اطاعت و جامعه نگری اسلامی میشه. در باب احسان و خمس و زکات و اینها فارغ از موقعیت اجتماعی و زندگی همه رو شامل میشه. اینا مسلمانان نیست شبیه یهودیان برای احکام و دستورات مذهبی و قومیت مذهبی اهمیت به سزای قائلن و باور آنها به عدالت بسیار زیاده و آن که از دستورات سرباز بزنه شدیداً مجازات میشه. از طرف دیگر شبیه مسیحیانن و اختیار و گزینش آزاد رو می ستاین و جدال با درون رو در این رهگذر بسیار مهم می دانند. حق فرد در مقابل نیروی انجمن یا جامعه
و روابط بین احکام آنچنان که در قرآن آمده و آنچه که حکومت انجام میده از مسیر تفسیر میگذرد، از مسیر فقه و تفسیر میگذرد. فقه بهش میگن جوریسپروداس، و همینجاست که باعث میشه اسلام به بخشها و یا به شاخه های مختلف تقسیم بشه. مثلا میگن چه کسی بر اساس تعریف چه کسی است که میتونه متن قرآن رو تعریف کنه، تفسیر کنه، اون شخص باید تعریف بشه. اینجاست که جدایی پیش میاره. خب این اونا هم در مسیحیت هم شاخه ها بوده، در جداییسم هم شاخه های متعدد بود، در اسلام هم شاخه های متعدده، اما میتونیم بگیم که این سه دین یه دینن. هر سه به شاخه های مختلف تقسیم شدن، هر شاخه به شاخه دیگری، و پایه همگیشون یکتاگرایی و ابراهیم نگری. روی این است که من در بیشتر صحبت هام از مذاهب ابراهیمی صحبت کردم. بنابراین اون چیزی که مروره بر اون چیزی که گذشت این میشه که مونوتئیسم یکتاپرستی، یکتاگرایی، باوریه که بر خدای یگانه قادر متعال و عادل. سه نوع مهم یکتاپرستی وجود داره: یهودیت و مسیحیت و اسلام. یکتاپرستی شر رو در انسان میبینه، یه بار دیگه شر تعریفش اومد. یکتاپرستی شر رو در انسان میبینه، زیرا که خداوند احکام و قوانین و عدالت رو برای اونها عنوان کرده. چون کلیمیا خودشون رو ملت انتخاب شده توسط خدا میدونن، حس بسیار عمیق مسئولیت بابت هویت اجتماعی خود میکنن. مسیحیان تأکید بر ترحم و تذهیب و پاک کردن نفس و کردار خوب و فردی دارن، فردی. مسلمانان یه چیزی بین این دوتا، تأکید بر جامعه و پیروی از احکام و دستورات میکنن، و در این حال آزادی گزینش، اختیار و خودمهار کردن رو نیز مهم میدونن. بنابراین اگر بخوام که خلاصه‌ای بکنم از شاخه های مسیحیت، در نه ابتدا بگم که در مسیحیت چهار تا انجیل یا چهار تا گاسپل وجود داره. چهار تا انجیل: مارک، متیو که ما میگیم متایووس، لوک که ما میگیم لوق بهش میگیم، و جان که بهش یحیی میگیم. البته قدیس توماس هم یک گاسپل داره که چون خیلی دیر بعد از اینکه تمام حواریون مردن این نوشته شده، بنابراین به رسمیت توسط بسیار از مسیحی ها به رسمیت شناخته نمیشه، و بالاخره یک گاسپل دیگر، یک انجیل دیگر که جدیدن پیدا شد در قرن بیستون پیدا شد، و اون انجیل نجحمدی انجیلی است که در مصر پیدا شد، جدیده و چهره عرفانی مسیحیت رو نشون میده در نجح. در انجیل نجحمدی اسم یه منطقه است در مصر بین قاهره و اسوانه، در اونجا این انجیل توی کوزه های پیدا شد، و البته تکه پاره است. اون رو در عرفان میارمش، از اون گفتاری خواهم داشت، ولی به هر حال از انجیل مانی هم صحبت میاد. اگه خاطرتون باشه گفتم انگلیون یعنی انجیل های مانی، هم در اینجا از مانی صحبت میاد، برای که اون کتاب رو به زبون آرامی نوشته. هم مسیحی ها برای این عقیدن که مانی حتی یک انجیل داشته، یک گاسپل داشته، که اون گاسپل یا انجیل مانی به کلی از بین رفته و حتی پاره هایی هم در دست نیست. حالا اما وقتی که این موضوع به رسمیت شناخته میشه، خودش برای ما خیلی مهمه. اینجا متذکر بشم که در حدود سال 1520 مارتین لوتر آلمانی، از کشیشای مهم آلمانی، پروتستانیسم رو
عنوان میکنه، میگه که در واتیکان یا در بخش کاتولیک کلیسا فساد الان حاکمه و پروتستانیسم عنوان میکنه. البته موقعی که به این موقعی که به اراسموس در فلسفه های نو رسیدم، اراسموس یه چند سال قبل از او هم یک کشیش بود، چند سال قبل از لوتر این مقوله رو بیان کرد و به عنوان شکی در مقابل کاتولیسیسم عنوان کرد و بعد پروتستانیسم درست شد. پادشاه هندوستان هانری، پادشاه انگلستان هانری هشتم میخواست از زن ششم خودش جدا بشه و واتیکان یا به عبارت دیگر کلیسای کاتولیک با این مقوله مخالف بود و اون هم گفت که من برای خودم یک مذهب کاتولیک دیگر درست میکنم که انگلیکانیسم باشه. انگلیکانیسم ساخته و پرداخته انگلستانه، بهش میگن کلیسای انگلیسی، که البته بعدها تبدیل شد به کلیسای اسقفی یا اپیسکوپالیان. مقولاتش خیلی شبیه کاتولیکه، ولی تفاوتش اینه که اونها پاپ رو قبول دارن و اونها میگن نه خیر، و یک کلیسای اسقفی بیشتر نیست و اسقف انتخاب میشه، که البته شاه هم باید زیرش امضا کنه، به واقع شاهی که انتخاب میکنه، شاه انگلستان. گفتم که نچمدی یک گاسپول گنوستیکه، یا البته انگلیس ها جهشو نمیخونن، نوستیزم و یا اونوسیه، که ربط پیدا میکنه بلافاصله با مانی، تفکرات مانی دو سنن با سنویت همراهه. اما در اسلام شاخه‌های مختلفی که در فقه اسلامی و فلسفه اسلامی پیش اومد کدومی؟ خب یکیش تسنن، چندین شاخه است، یکیش تسننه که خودش تازه درون تسنن ما حنفی داریم، شافعی داریم، مالکی داریم و حنبلی داریم. حنفی از امام ابو حنیفه النعمانه، شافعی امام محمد ابن شافعیه، مالکی امام مالک ابن انسه، حنبلی امام احمد ابن حنبل. همه اینها بر سنت احترام دارن. برخیشون بیشتر خردگران، برخیشون کمتر خردگران و فقط به سمت سنت توجه دارن. جدیدن هم که میدونیم وهابی ها هستن. خب بعد شیعه ها هستن. شیعه ها خودشون به چندین دسته تقسیم میشن، که یکیشون اسماعیلیه باشه که هفت امامی هن، موسای کاظم به جاش چیز رو قبول دارن، به جاش اسماعیل رو قبول دارن، یعنی پسر امام جعفر صادق در اینجا پسر بزرگتر اسماعیل رو قبول دارن، اسماعیلیون هستن هفت امامی، که در این مقوله و دنباله مقولات رو در جلسه آینده انشالله خواهم گرفت. شما رو به خدا میسپارم و تا هفته آینده روزگارتون خوش و شاد باشید. خداحافظ شما.